در روز 26 ژوئن سال 2010 تصویری با شکوه در برابر چشمان جهانیان قرار گرفت. تصویری تمام نما از همبستگی جهانی با اشرف و قیام مردم ایران. نمایندگان بیش از 1 میلیارد تن از مردم دنیا در جمع ایرانیان آزاده حاضر شدند و گفتند در اینجا گرد هم آمدیم تا به ملت ایران بگوییم که ما به طرف شما هستیم، از مبارزه شما برای دموکراسی حمایت می‌کنیم. Hundreds of thousands of other people across the world can say, Man, Ashrafi, Hastam. And I'd like you to know, and I'd like all the people still inside Iran to know how many Americans, how many tens of millions of Americans believe that the policy of the United States government should be regime change in Iran. Unadikum, unadikum, wa nashuddu ala ayadikum, wa nabusu al-ardh tahta ni'alikum, wa naqulu nafdikum, nafdikum. والله معكم سلام. صحبت از جبهه گسترده حامیان مقاومت مردم ایران در سراسر دنیا است. صحبت از نیروی شگرفی که هیچ کس Thousands of protesters have turned out in Paris to demonstrate against Iran's government. Des opposants très bien organisés, l'organisation des Mujahideen du peuple a réussi à réunir. Tens of thousands of people have demonstrated outside Paris against Iran's clerical regime. An Iranian exile group called the People's Mujahideen of Iran organized in Iran. A rally organized by an Iranian exile group on the outskirts of Paris has drawn thousands of supporters from across Europe. رخوی ملی مقاومت که مجاهدین خلق لپی کنار سر چتانی. بله، این جبهه جهانی تا به شکوه و عظمت امروز خودش برسه مسیر طولانی رو طی کرد. آن روز که مزدوران عراقی خامنه‌ای تیغ به کف و هلهل زن به شهر اشرف حمله کردند، هیچ تصویری از سرسختی صخره‌ای که مقابلشان بود نداشتند. آنها مجاهدین را عده‌ای انسان محصول در بیابان‌های عراق می‌دیدند و گمان می‌کردند با شلیک گلوله و ضربات چماق و تبر و عبور دادن خودروهای زره پوش از روی پیکرهای بی‌دفاع مجاهدین می توانند در کمترین زمان ممکن کار اشرف را یکسره کنند. اما پشت حصارهای اشرف حقیقتی بود که تاریخ را به گونه دیگر رقم زد. اشرفیان با سلاح ایمان و اراده ایستادند
و جهانی را به ایستادگی فراخواند. همزمان با مخابره اولین تصاویر از حمله جنایتکارانه مزدوران خامنه‌ای به اشرف، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت خانه و خانمان را رها کردند و با شور و شیدایی تمام راهی خیابان‌های جهان شدند. و اینجا بود که اگر از هر ایرانی آزاده‌ای می‌پرسیدید که راستی برای چی اومدی؟ از ته دل می‌گفت برای شرفم، برای حیثیتم، برای اشرف، برای بچه هم. ما هر دستی رو که برای اونا دراز بشه قطع خواهیم کرد با تمام قوا. When I heard about this horrific attack of Ashraf, I decided to go to hunger strike to be the voice of Ashraf residents. ما همه حامی توییم اشرفی، ما همه حامی توییم اشرفی. به ناموس ایدولوژیک بشریت، یعنی اشرفی که زاده مریم است، حمله میشه و به اون تجاوز میشه. هیچ کسی نمیتونه بی تفاوت باشه اگر ذره ای از انسانیت در وجودش باقی مونده باشه. از کنم خدمتون که انگیزه من نشأت میگیره از وظیفه که وجدانم به گردن من گذاشته. انگیزه من برای اینکه دست به اعتصاب قضا زدم این بودش که روز اولی که دیدم این مزدورای عراقی رژیم حمله کردن به اشرف، اون جانبازی و فداکاری بچه ها رو دیدم که خودشونو مینداختن جلو که به خواهر و برادرهای دیگرشون چوب نخوره و تبر نخوره. وجدانم واقعا به هم نهیب میزدش که باید کاری بکنیم. بعد وقتی که فهمیدم توی برلین دوستای دیگه هم تصمیم به اعتصاب قضا گرفتم، اومدم اینجا و پیوستم به دوستای دیگه هم. و به این ترتیب کارزار جهانی ایرانیان آزادی خواه و پشتیبانان اشرف آغاز شد. کارزار عظیمی که 72 روز به طول انجامید و طی آن 1200 تحصن، اکسیون و تظاهرات در 93 شهر جهان شکل گرفت. بیش از 110 کنفرانس مطبوعاتی و جلسه سیاسی برگزار شد و بیش از 1000 مقاله و گزارش و خبر در رسانه‌های بین‌المللی انتشار پیدا کرد.